کابل قله تسخیر ناپذیر کشورم، جایی که مردمش را با عشق و ایمان و نور وعده ایست تا جان ببازند و ایمان و روشنایی عشق را تابنده نگه دارند. بستر رود خون است، مردمش مظلومانه و با تلخی جان می سپارند. بیگانه ها بر گلوگاه هزاران مرد و زن و طفل و کودکش تیغ گذاشتند تا خود را به هدف برسانند، با آنکه می دانند تصمیم مقاومت این مردم را نمی توان با شمشیر عوض کرد. شفاخانه ها دیگر جای برای زخمی ها ندارند، اتاق ها، دهلیز ها و رهروی ها همه از خون گرم زخمی های تیر بخت مردوب است. دوا وجود ندارد و هر ساعت نام شهیدان تازه بر تبار نامه خونین این ملت افزود می گردد. چهره های زرد و تکیده و سطر سطر پیشانی های چین خورده مردم، تاریخ رنج بی‌پایان و درماندگی و مهاجرت ملت است که جهان در برابرشان سکوت نمودند، مانند سکوت گورستان شهیدان این سرزمین. مسجد محراب تو در بسته شد، نام تو معراج هر گل دسته شد، خانه هایت بیدر و دروازه شد، خون تو ویرانه را شیرازه شد، استخوانت آتش اجاق ها خورده بر رخسار تو شلاق ها، کوچه ها خالی شد از یاران تو، سوختم از چشم خونباران تو. تاریخ می تواند گویای واقعیت تلخ باریدن 300 هزار راکت و هاون روی شهر، 100 هزار کشته، 70 هزار معیوب و ویرانی بی وسعت این شهر زخم خورده باشد. اینجا زیر سقف هر خانه روزگار مادران با رنج و درد فرزندانی را پرورانیدند که جنمایه افتخار سرزمین خود بودند. هزاران معلم، انجینیر، دکتر، حقوقدان، نویسنده، شاعر، اهل علم و هنر و فضل در این خانه هایی که امروز خالی اند بزرگ شدند. آنان امروز یا در کشورهای بیگانه بار سنگین غربت را می کشند، یا به شهادت رسیده اند و یا بیگانه ها و بیگانه پرستان
نه چشمی به این ملت گذاشتند و نه چراغی. چشم و چراغ این ملت را گرفتند، مانند زندگی هزاران انسان این خاک. عالی‌ترین آموزشگاه علم و دانش که در آغوش خود هزاران انسان این سرزمین را با زیور دانش آراسته است، مدفن هزاران مرد و زن گردید که کفنهاشان جز خاک خون‌آلود چیزی نیست. های انسان مظلوم کابل، چه چیزی در سر و سینه و دست و پا داشتی که انسان یا بر زنجیر زیر شکنجه ها جان سپردی، یا با بی‌رحمانه ترین شیوه ها با موج رگبار گلوله ها گردیدی. مگر بیگانه ها این را ندانستند که تو تسخیر ناپذیر استی، مانند شهر زخمی کابل. روزگار وقتی از آواره های دیر یاسین، کفر قاسم، سیدا و نابلس فلسطین می شنیدیم، خون در چشم ما می دوید و می گریستیم. امروز کیست بر آوارگی و مهاجرت و دربدری ما بگرید؟ امروز بیشترین آواره های جهان را از کشور افغانستان تشکیل می دهد که شلاق بیوطنی و خفت را به سر و روی خود می خورند. و اما در باورترین که مردم کابل در زیر دیوارهای شکسته و خونین خود آوارند. انبوه زنان در انتظار مشت آرد اند که از کیسه های سخاوت تبلیغاتی سازمان های خیریه و دامنشان بریزد. آواره ها و اطفال در مکاتب واقعیت زندگی خون آلود و درس را با هم می آمیزند تا از دهلیزهای تنگ و تاریک به آینده ببینند. اما چه آیندهی در انتظار کودکی است که وقتی کلمه نان و آب را تکرار می کند، عشق نیاز به لقمه نانی در چشمان مادرش حلقه می زند؟ طفل از لای عشق ها چه آیندهی را خواهد دید؟ قصر تپه تاجبیک و قصر دارالامان که بیانگر معماری خاص دوره امانیه بود و روزگار زیر سقف آن مجالس شاهان و بزرگان برگزار می شد و چه بسا که محل آبرومندی برای بازدیدهای رسمی مقامات دولتی بود، اینک با مردم روزگار خود یک جا بار مصیبت و ویرانی را می کشد. گلوله ها دیوارها را فرو ریخته و آتش سقف و در و پنجره را به خاکستر کشانیده است، خاکستری که آن را باد نخواهد برد و نسل به نسل تفسیر خواهد یافت. باید پرسید چرا همواره بناهای تاریخی و گنج تاریخ ما، فرهنگ ما، آماج گسترده ترین رکبار و نابودی قرار گرفته است؟ مگر نه این است که بیگانه ها می خواهند ما را تهی از هویت و تاریخ بسازند؟ قصری که می توانست گویای فن معماری، گویای طرز زندگی و بیانگر دوره خاص تاریخ ما باشد، اینک با تاریخ سیاه زمانه ما پیوسته است. و اما افغان با وجدان می گوید اگر کشورم را صد بار ویران کنی، هزار بار آن را دوباره می سازم.
استکبار و غارت را. این خانه فرهنگ بیش از نیم قرن در این بنای کهن و تاریخی شکل گرفته و راوی تاریخ بود و در آغوش خود آثار باستانی با طبیعت و محدوده‌های مختلف زمانی و مکانی که از دوره‌های سنگ وسط، مدل پلیولیتیک، الی پارچه‌های هنری عصر حاضر و دوره اسلامی را احتوا می‌کرد، جا داده بود. پارچه‌های تراشیده از سنگ، پارچه‌های سیرامیک و فلزات عصر برنز از باختران و وادی پربار اراکوزی و مندیگک در اینجا آثار ناب از دیانت‌هایی که طی صدها و هزارها بر معنویت و زندگی مردم ما حاکم بود، اهم از تقدیس آفتاب و شیوائیزم، برهمنیزم و جزء آن در پارچه‌های شفاف و لطیف سنگ‌های مرمر جان می‌گرفت وجود داشت. وقتی از نجیب الله پوپل معاون موزیم در مورد گذشته موزیم پرسیده شد، باغز راه حرف را در گلویش بست، انگار در سوگ عزیزان شهید خود میگریست و غمنامه این خانه را با اشک و آه باز میگفت و صدای خودش است که میشنوید. موزه ملی کشور با اساس یک ضرورت مبرم در کلیت فرهنگی کشور در سال 1931 رسماً در محل فیلی تأسیس شد. البته قبل از 1922 دارایی های فرهنگی و آثار باستانی کشور که به وسیله مال خارجی دریافت میگردید از کشور به ذرایع گوناگون از افغانستان خارج میشد، ولی در اون مقطع زمان با درک از این نقطه که باید حفظ شود و این میراث های فرهنگی و این ارزش ها به نسل های بعدی انتقال شود، موزه ملی ما آثار بسیار گرانبها و با ارزش را از دوره های مختلف تاریخ کشور و قبل از تاریخ حفاظت میکرد و این کلکسیون ها در موزه ملی افغانستان حفاظت و نگهداری میگردید که جمعاً از دوران مدل پلیوتیک الا دوره های اسلام همه را در بر میگرفت. مقادیر زیاده از دارایی این موزه ملی راهی کشورهای بیگانه گردید است. وقتی داخل این خانه ویران تاریخ میشوی، آنگاه میدانی که استعمار با جوجه های خود معنویت و هویت تو را که نیاکانت با سرفرازی نسل در نسل در آن زندگی می کردند چگونه ویران نموده اند و بغارت برده اند.
معنویت و هویت تو را که اکنون در پی گرفتن آزادی و زندگی توست. در اینجا چیزی نمانده جز پارچه های شکسته آثار و چند مجسمه که از خشونت و بیداد زمانه سنگ شده اند و بر چهره هایشان داغ گلوله تاریخ معاصر بیدادگران را نوشته است. تاریخ تاختن بر مردم صبور و شهید ما را که هر لحظه معصومانه جان می سپارد. بیننده عزیز، باز هم بار سنگین ساختن بر دوش توست. تنها تو هستی که ویرانه ها را باز می سازی و زندگی را جان می بخشی. کارکنان موزیم بار دیگر تاریخ را از زیر ویرانه ها می کشند و پاسداری می کنند. محترم مقصودی در زمینه چنین می گوید: جنگ با دفعات مختلف باعث دستبرد و همچنان شکستن قفل ها دروازه های دیپو های موزیم ملی گردید. خوشبختانه در ربع چهارم سال 1372 در نتیجه کمک های اقتصادی اداره محترم ملل متحد بالوسیله هبیتات در شهر کابل دروازه ها تجدید شد و در قسمت نجات اقدامات عملی صورت گرفت، طوری که کلکین ها با واسطه خشت ها مسدود شد و پرسنل موزیم ملی در قسمت نجات و حفاظت و همچنان رستوریشن آثار کمال همت بجا آوردند. ولی جنگ باز هم متواتر در ساحه باعث ازی شد که موزیم ملی را به یک حالت اسفبار مواجه بسازد. منصوبین موزیم ملی تلاش ورزیدن در جنب وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیونی ملی حفظ و جمع‌آوری آثار فرهنگی و تاریخی ایجاد بکنند تا اینکه به این حالت تا اندازه ممید ثمر واقع شد. هنگامی که به این تصویرها نگاه میکنی، فقط این تصاویر یگانه یادگار و بازمانده از حده جلال آباد شهر همیشه بهار این خطه خونین است. حده جلال آباد روزگار بیانگر زندگی و تاریخ بودایی و مشرق زمین بود که از قرن دوی میلادی تا قرن پنج را دربر میگرفت. بیننده عزیز، این تصاویر را به خاطر بسپار که جز این تصاویر و توده های خاک و خاکستر این حده چیزی در دست نیست. با آنکه خاطره های خیانت و جنایت دهان را تلخ می کند، اما واقعیت زمانه ما چنین است. داشتن آزادی چه بهای سنگین می خواهد، چه قربانی عظیم طلب می کند. جهان در مرداب های سکوت از تو رو پوشانیده است، ولی این را بدان که بامداد نمی رسد تا از زخمهای خود مشعلهای فراراه آن روشن نکنید.